دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشید از هر جایی که دارید این گفتگویی که امروز من میزبانش هستم، گفتگوی لایو با خانم دکتر مهراد رو دنبال میکنید با موضوع با داغ و داغداران. قرار است که میزبان خانم دکتر لاله مهراد باشم برای رسانه پارسی پرژن میدیا پروداکشن. ببینم که ایشون هستن. خانم دکتر مهراد، من شما را الان اد کردم. صبحتون بخیر. شما خوب هستین؟ مرسی، خیلی متشکرم. من اینو تنظیمش کنم. خیلی ممنون که دوباره دعوت رسانه پارسی رو پذیرفتید و اجازه دادید که من میزبانتون باشم. این روزهای عجیب غریب باشم. مرسی از شما. مرسی از شما که دعوت کردید. مرسی از رسانه پارسی که همیشه همراه با مردم تو تمام جاهایی که لازم هست حضور داشته و واقعا با اطلاع رسانه خیلی خوبی که میکنه کمک میکنه به هممون که راهمون رو بهتر ببینیم. ما امروز موضوعی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم هست با داغ و داغداران، و من ازتون اجازه میخوام بی هماهنگی قبلی یک نکته رو فقط اینجا اعلام بکنم. میدونم که شما هرگز راجب این مسئله صحبت نکردید و منم بدون اینکه بخوام وارد جزئیات بشم میخوام بگم یک تفاوتی داره صحبت امروز ما با بقیه صحبت هایی که لااقل من با شما داشتم در این برنامه های لایف، و اینه که داریم راجع به یه چیزی حرف میزنیم که شما مشخصا زندگیش کردید در سالهایی که اتفاقا نه در امریکا، در داخل ایران، و به یکی از تلخ از دست دادن عزیزان، کشته شدن عزیزان، ظلمی که وارد میشه همیشه تلخ به یکی از فجیع ترین شکل ها. بنابراین شما دارید راجع به چیزی امروز صحبت میکنید که فقط داشته های علمی شما و تجربیاتتون از شنیده های دیگران است. به خاطر همین ببخشید من این مسئله رو مطرح کردم، ولی فکر کردم خیلی مهمه که دوستانی که اینجا هستن و بعدا این لایو رو میشنون بدونن که یک اعتبار چند برابر این صحبت های شما، من خودم بیشتر شما چیز شدم این صحبت ها خواهد. من اگه شما میخواید یک در واقع سلام علیکی بکنید با دوستانی که هستن، بفرمایید من برم سر سوال. خیلی ممنونم ازت. من معمولا در مورد زندگی شخصیم صحبت نمی کنم و ترجیحم اینه که هیچ صحبتی نکنم و کاملا بی‌طرفانه و علمی در مورد همه چیزها باشه. ولی مرسی، به خصوص که حالا اول قبل از هر چیزی درود میگم به همه عزیزانی که دارین لطف میکنید، سلام میکنید، من با عشق سلام میفرستم بهتون. منو ببخشید که زودتر حواسم نبود این عنوان به اندازه کافی حواس پرت کن هستش و ناراحت کننده هستش که آدم بخواد در موردش صحبت بکنه و سخته، در واقع تجربه سختیه. سلام میکنم به همه جون. اما درباره خودم، آره دقیقا، من هیچ وقت صحبتی نکردم و صحبتی نمی کنم تا شاید یک روزی وقتش بشه. اما خوب شد که گفتین اتفاقا و مرسی که اشاره کردین در فضای سربسته. اینکه چون تا کسی، من فکر میکنم غم از دست دادن، اول بگم ما بیشتر تمرکزمون رو عزیزانی هست که کسی و عزیزی رو از دست دادن تو این جنبش زن زندگی آزادی. آره، یعنی ما در مورد سوگ کلی صحبت نمی کنیم، ما در مورد به خصوص این مورد خاص میخوایم صحبت کنیم، چون سوگ به معنای کلی هم در مورد زیاد صحبت کردیم، هم اینکه چیزهایی داره که اینطور از دست دادن ها اونا رو یه مقدار
قاطی میکنه و هم میریزه و ما نمیشیم طبق اون روند بریم. برای همین خواهشان از عزیزان این، اگر کسی رو میشناسید که توی این شرایط هستن یا دارن تجربه میکنن به شکلی، خواهش میکنم که یا دعوتشون کنید که بیان یا بعدا این لایف رو براشون بفرستید، چون خوب هست که شنیده بشه. اما در مورد اینکه چرا خوب شد که گفتین، به خاطر اینکه یکی از سختی هایی که ما تجربه میکنیم وقتی که در مورد غم از دست دادن، به خصوص توی این شرایط، یعنی با کشته شدن عزیزانمون داریم تجربه میکنیم، و سوگ در معنای کلیش، هر چقدر برای ما گفته بشه و هر چقدر در موردش بخونیم و هر چقدر در موردش اطلاعات کسب کنیم و هر چقدر در موردش بخوایم همدلی کنیم، هرگز نمیتونیم درکش کنیم، هرگز نمیتونیم اون تجربه‌ای که اون فرد داغ دیده یا اون فردی که سوگوار هست، نمیتونیم اون رو درکش بکنیم، چون اون داره تجربه خیلی خیلی منحصر به فرد خودش رو انجام میده. اصلا قابل توصیف و قابل توضیح نیست این قضیه. برای همین اگر من خودم این تجربه رو نداشته باشم، نمیتونم به اون اندازه درکش بکنم، ولی حالا هم که این تجربه رو دارم، باز نمیتونم جای کس دیگه ای درک بکنم، چون تجربه من منحصر به فرد، تجربه هر کس دیگه ای هم منحصر به فرد هست. در نتیجه با همین صحبت اولیه میخوام بگم که هیچ وقت فکر نکنیم که درک میکنیم و میفهمیم عزیزانی رو که الان تو این شرایطن، و با جمله های مثل این که مثلا خب قهرمان شد یا آزاد شد، خب راحت شد، خب اگر که فلان و بهمان بود چی میشد، با این جمله ها ما نه تنها اون فرد رو دلداری نمیدیم، بلکه میتونیم بیشتر آسیب بزنیم بهش، چون ما جای اون نیستیم. اما اگر فضایی باشیم برای اینکه باز باشه و اون بتونه کنار ما احساس امنیت کنه و بگه و احساساتش رو بیان کنه، میتونه مفید و موثر باشه. این خیلی خلاصه و کوتاه که خواستم فقط وارد بحث بشم و بگم که چه اتفاقی داره میفته و چه جوریه. الان از دو جنبه در واقع من می‌خواستم از شما خواهش بکنم صحبت بکنید. بخش اول بخشی است که در جایگاه کسی که خانواده‌ای که داغدار هستن، بخش دوم اطرافیان. الان اگه بریم سراغ بخش اول، همین چیزی که شما حالا بیشتر از بخش بیرونی الان یک نگاهی کردید، میخوام ببینم همین مسئله قهرمانی که الان شما در موردش صحبت کردید. خب عزیزانی که الان کسانی رو از دست دادن، همه جگرگوشه هاشون، همسر، فرزند، برادر، دوست، همه کسانی هستند که رفتند و تبدیل شدند قهرمان. آیا دانستن این یا خواسته یا حتی اون عزیز، خیلی از این عزیزانی که رفتن نوشتن شاید این آخرین پست من باشه در حتی فضای مجازی و بعد رفتند و دیگه نیومدن، تا کیان عزیز که دیروزم 40مش بود که خب اصلا همچین هدفی در زندگی نداشته، ولی به هر حال بچه الان نماد یک در واقع ظلم عظیم و یک بله و یک جسارتی از طرف خانوادهشه. همه اینا رو اونا میدونن. الان پدرش میثم داره تازه با این مسئله مواجه میشه و سوگواری میکنه. چقدر این الان، خیلی شما نکته مهمی گفتید، چقدر این اتفاق و این اسطوره شدن همه اینا کمک میکنه که حالا ما بعد از گذشته این بسته به سنت و باور و مذهب و اینا، یه روز تا سوم تا هفتم 40م بعد از این که این تموم شد، ما چطوری میتونیم با این کنار بیایم؟ به نظر من گمان میکنم آدمی که از بیرون دارم میبینم، شما منو اصلاح بکنید، تازه بعد از اون در تنهایی، تازه ما با حقیقتی که اون داغ داریم بعدش تازه مواجه میشیم. نه خانم دکتر، وقتی همه میرن و خودم تازه میفهمم که حالا من باید چیکار کنم، نه؟ و چه کار باید بکنم؟ ببین، خیلی موافقم باهات. بذار اول همین صحبت داغ و داغدار رو در موردش صحبت بکنیم. در ایام قدیم متاسفانه یکی از ظلم‌هایی که به حیوانات وارد می‌شد این بود که برای اینکه شناخته بشن از مثلا گله گوسفندای همسایه، گاوای همسایه، روشون داغ می‌ذاشتن. خب و این داغ
برای همیشه میمون روشون و نشون میداد که این بالا کجاست. قصه اینه که وقتی ما عزیزی رو از دست میدیم، وقتی میگیم داغدار شدیم، یعنی یه داغی روی ما گذاشتن که همیشه با ماست. خب درک این قضیه و اینکه هرگز عوض نمیشه، هرگز تغییر نمیکنه و هرگز اون جای خالی پر نمیشه، اولین قدم هست که میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم از این قضیه گذر بکنیم. یعنی بپذیریمش که این یک داغی هست که دقیقا با همون دردناکی اینکه یک داغی رو روی ما بزنن برای اینکه مشخص بشه، دقیقا به همون دردناکی و شاید شدیدتر تا پوست و استخونمون داغش میمونه و همیشه با ماست. در نتیجه همیشه هست. این رو من بپذیرم. همیشه اینجایی که داغ هست، وقتی که دستم بهش میخوره، وقتی چیزی میاد سراغش، وقتی خاطره یادم میاد، وقتی کسی داره رد میشه یه چیزی میگه، میتونه همیشه این درد رو ایجاد بکنه. این همیشه هست. اخیراً توی پست پدر ابوالفضل دیدیم نوشته بود چیزی رو خطاب به روستایی که ابوالفضل رو اونجا به خاک ایران سپردن، که بعضیا گفتن نمیتونستن، مجوز نداشتن و امثال اینها و مجبور شدن یه چیزایی رو منتشر کنن. اون داغه. یعنی اون وقتی همسایه یک چیزی رو میگه که ناراحتش میکنه اون پدر رو، که اون داغ روش هست، اون داغ رو دست میزنی روش. فرقی نمیکنه 80 روز گذشته یا 40 روز گذشته یا حتی 80 سال گذشته. خب قضیه اینه که اون داغه هست و همیشه ما رو اذیت میکنه. پذیرش این قضیه به ما کمک میکنه که بتونیم باهاش زندگی بکنیم. اتفاقی که میفته اینه که وقتی داغی برای ما روی ما ایجاد میشه، ممکنه زندگی ما متوقف بشه. این توقفه آسیب میزنه. بعضی ها تو همون مرحله میمونن و جلو نمیرن، حرکت نمی کنن. بعضی ها نه تنها تو اون مرحله موندن، بلکه از بقیه هم میخوان که توی همون مرحله بمونن و جلو نرن. و این اونجاییه که میتونه آسیب بزنه به عزیزانمون. اما اگر که ما بتونیم این رو ببینیم و بپذیریم و اجازه بدیم که این باشه، این با من یک حقیقت، من میپذیرم از این به بعد این داغ اینجا هست، میپذیرمش، یا از این به بعد این دستم به دلیلی قطع شده و دیگه ندارمش، الان اینو میپذیرم، حالا چی کار کنم، حالا چجوری زندگیم رو ادامه بدم. مدلی که ما انتخاب میکنیم که زندگیمون رو ادامه بدیم، مدلی هست که تعیین کننده اینه که چقدر ما سلامت روان خودمون رو میتونیم حفظ بکنیم. به عبارت دیگه، وقتی که ما معنایی بزرگتر از این داغی که بر ما وارد شده، از این عزیزی که از دست دادیم و به این شکل ناگهانی، وقتی معنای بزرگتر براش ایجاد میکنیم، براش تصور میکنیم، جهت میدیم به زندگیمون، در واقع مسیرمون رو میبریم به یه سمت دیگری. اون همراه شدنه، اون معنای جدیدی که تعریف میکنیم، من پست آخری که گذاشتم در مورد معنای زندگی، در واقع عزیزان بهم پیشنهاد میکنم که ببینن اسلایدا رو و بخونن و ببینن که چطوری میتونن معنای برای خودشون پیدا کنن. اون معنای جدید تعریف تازه است، چیزی فراتر از خودم اومدنه. یعنی این که من لاله وقتی عزیزی رو از دست دادم توی این جنبش یا توی این چهل و اندی سال، این عزیز برای من هست، داغش هست، من توی زندگی معنای تازه‌ای رو پیدا می‌کنم که این معنای تازه مثل مثلا آزادی ایران، مثل مثلا آزادی ایرانیان، مثل برابری زن و مرد، مثل برابری تمام گرایش ها، مثل اینکه تعصب و ظلم نباشه، مثل اینکه تبعیض نباشه، همه اینها میتونه بشه یک معنای تازه برای زندگی من. در نتیجه من از این فضایی که این داغ رو دارم، من بعد این دوربین رو یکم بیارم پایین تر که منو ببینید چون من زیادی از دستم استفاده میکنم. خب این جایی که داغ دارم، خب این داغ هست، ولی در یک فضای دیگه‌ای من دغدغم دیگه فقط این داغ نیست. دغدغه من یک دغدغه بزرگتره برای ایرانه. چیزی که
آرش صادقی خیلی زیبا گفتش از زندان، گفت برای منم خیلی سخته که همه این شرایط رو بخوام تحمل کنم، اما برای آزادی ایران، برای هدف بزرگتر هست که ایستادم. و واقعیت اینه که اون هدف بزرگتر باعث میشه که من حتی از این بیام بالاتر و حتی این داغ در واقع در خدمت این هدف بزرگتر معنای تازه‌ای پیدا میکنه برای من. اما هر زمانی این رو داشته باشیم، اینجاست که قهرمان بله معنا پیدا میکنه. اما وقتی که این توی این معنای جدیده، وقتی من میام توی خلوت خودم، دیگه این قسمت زندگی نیست که دارم برای معنای دیگه است. ولی اینجا وقتی میام اینجا به خودم اجازه بدم که این داغه و درد داره و براش سوگواری کنم، براش دلتنگی کنم، براش گریه کنم، بعد دوباره میخوام برم سراغ اینکه فعالیتی بکنم، آگاهی رسانی بکنم، برم مثلا یه درسی بخونم که در خدمت اون خدمتم قرار بدم، در اون صورت دوباره میام توی این فضا. یعنی ما بیایم این رو دو قسمت بکنیم، نه اینکه خودمون رو دو قسمت بکنیم، چون من همونم که با این داغ دارم میرم به طرف اون معنا، ولی اون معنا منو میبره توی یک فضای بزرگتر و خیلی از این دردایی که دارم تحمل میکنم رو در خدمت این قرار میدم. کاری که حامد اسماعیلیون کرد، اومد ننشست و شروع کرد به دادخواهی کردن برای همسر و فرزندش. خب پس ننشست و شد راهنما، فانوسدار برای خیلی های دیگه. و خیلی از ماها که داریم الان این کارا رو میکنیم، هممون چراغ فانوسمون از یکی از اون داغا روشن شده. درد زیاد کشیدیم، خیلیامون درد زیاد کشیدیم، یه چیزی رو از دست دادیم، یه داغی بوده، یه فانوسی روشن شده، حالا گرفتیم اینجا شدیم فانوسدار، بیاین راه رو پیدا کنیم. اما در خلوت خودم، این از دست دادن فرزند، این از دست دادن همسر، این از دست دادن مادر و پدر، این از دست دادن هر کسی، میتونه برای من درد خودش رو دوباره داشته باشه. اینجا دیگه قهرمانه برای من مادر نمیتونه آرام بخش باشه. اون زمان گریه‌مو میکنم، ناراحتیمو میکنم، دلتنگیمو میکنم، لباسش رو بو میکنم، طبعا همه اینها هست. اما دوباره وقتی در این فضا قرار میگیرم، فضایی هست که برای معنای بزرگتر جلو میرم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم که طبعا از همون ابتدا نمیشه، بلکه زمان میبره، این اونجاست که میتونیم راحت تر بپذیریم قصه رو، نه اینکه کنار بیان، نه اینکه تموم بشه، نه اینکه عوض بشه. همونطوری که اشاره کردم، این داغ همیشه هست، یه موقع تازه است، خیلی حساس تره، یه موقع عمیق تر میشه، دردش بیشتره، ولی به هر حال اون حساسیت قبلی رو نداره. در نتیجه وقتی ما برای عزیزی مینویسیم که قهرمان، اون قهرمان ناراحت نباشین، قهرمان ایرانه، اون ناراحته، اون توی این فضا که قهرمان ایرانه، ولی تو فضای خصوصی خودش بچه کوچکشه که دوست داره بغلش کنه، بوشو بشنوه، دوست داره براش غذا آماده کنه، لباسش رو اتو کنه و براش کنارش باشه، باش بازی کنه، باش حرف بزنه، بیرون بره و خیلی چیزا. یا مادری هستش که اون کودک دوست داره که مادرش پدرش رو در آغوش بکشه. در نتیجه تو اون فضا با این فضا رو نمیدونم سوال در... یعنی اصلا جوابی داره یا نه. چقدر زمان میبره از خارج شدن از اون شوک و از اون درد؟ ببین، ما برای هیچ کدوم از انواع سوگها نمیتونیم زمان بدیم، چون هر کسی به تناسب تجربه‌ای که داره متفاوته، نوع تفکرش، نوع تجربهش، نوع ارتباطش با اون شخصی که از دست داده، میزان نزدیکی بهش و خیلی چیزهای دیگه، خب سنی که داره از دست میده و خیلی خیلی از چیزهای دیگه مهم هستش. برای همین نمیتونیم بگیم که چقدر طول میکشه. یعنی این درد رو تبدیل بکنیم به اینکه به شکل عمومیش گفتید، چون گفتید یه داغی هست تو فضای شخصیمون، این سوگ همیشه با ما هست، ولی اینکه حالا بخوایم اینو بزنیم به یه زخمی، به یه کاری، مثل مادر مصطفی کریم بیگی، خانم مهناز اکملی که سالهاست داره این کارو میکنه، ماهی مختاری خواهر محمد مختاری الان داره این کار رو میکنه، این یه زمانی میبره که بشه حالا بیایم و بخوایم به بقیه کمک کنیم یا انگیزه بدیم.
بدیم، یا حتی به قول شما در فضای شخصی اصلا بریم یه درسی بخونیم که بگیم از اون طریق میخوایم کمک. میگم هر کسی به نسبت شرایط و موقعیتش. این یه من از خودم چقدر با توقع داشته باشم که نه باید الان قدرتمند باشم فوری خودم رو جمع بکنم، یا زمان میبره که فکر میکنم خیلی میبره، نه اصلا نمیشه فکر کنم من از سال دیگه حالا قراره که یه سری رفتارهایی بکنم و میخوام کمک بکنم از این طریق. ببین اسیر من همونطور که گفتم به عوامل داوری خیلی کردن زیادی مثل مرتبط هستش. بله خانم گوهر عشق ایرت تنگیز اینقدر اسامی زیاده، من بخشی مثل فقط دارم خیلی که تو زمان کوتاه هر که به ذهنم میرسه میگم قطعا. بله خانواده پویا، خانواده نوید، میدونی همه ایستادن، همه تو زندانن، همه رو گرفتن، همه مشکلاتی براشون ایجاد شده. و قصه اینجاست که ما اصلا زمان نمیتونیم برای این قضیه بذاریم. آدم ها با هم فرق میکنن و مدل ارتباط ها فرق میکنن. یکی ممکنه کاملا توی خودش بره گریه کنه و توی خودش نه فقط گریه کنه، منظورم اینه که توی خودش بره، توی خودش بریزه، درون ریزی کنه، و بعضی ها بیرون ریزی میکنن و میتونن این رو تبدیل کنن زودتر به اون هدف بزرگتر. این خیلی برمیگرده به نوع شخصیت ما، خیلی برمیگرده به مدلی که از بچگی یاد گرفتیم که با مشکلاتی که پیش میاد کوپ کنیم. بعضی ها حتی ممکنه اون لحظه، لحظه قشنگ اون روشن شدنه باشه که تازه این اتفاق که میفته یه هویی قدرت و توانایی رو تو خودش احساس میکنه که پاشه حرف بزنه، جلوی یک حکومت بیسته و خیلی کارهای دیگه بکنه. در نتیجه اون لحظه میتونه لحظه بیدار شدن باشه لحظه، اما هیچ قانونی ما برای این قضیه نداریم. ما توی یکی از همین فیلم هایی که ارسال شده دیدیم، یک پدری سر مزار پسرش داشت میرقصید و مادر غمگین اون گوشه نشسته بود و سکوت میکرد. توی فیلم دیگه میبینیم مادر داره میرقصه و پدر اونجا نشسته و سکوت کرده. خیلی برمیگرده به شخصیت خود آدم ها و براش تعریفی نیست. برای همین خودمون رو بپذیریم و اتفاقا از همین صحبت این نتیجه رو بگیریم که قرار نیست با هم مقایسه کنیم. اونو نگاه کن چقدر زود تموم شد، تو چرا هنوز موندی توش؟ اون یکی رو نگاه کن چیکار میکنه، تو چرا هنوز؟ نه این کارو نکنیم. واقعیت اینه که آدم ها خیلی دلایل دارن برای متفاوت بودنشون و همونطور که گفتم نوع ارتباطشون متفاوته. اما اونجایی که پدر میاد فریاد میزنه که من بچه‌مو دادم برای آزادی، مادر اون عزیزمون که اولین کسی بود که به خاطر بوق زدن کشته شد، اعلان کرد که من برای آزادی دادم، شما متوقف نشین، ادامه بدین. این خیلی حرف بزرگیه، خیلی حرف بزرگه. یعنی اون چیزی که تو گفتی بعدم به تنهایی میرسن، اصلا اون نیست. اون اصلا این فضا رو برای خودش نگه داشت، گفت شماها نیاین بریم که جلوی جنبش، جلوی حرکت گرفته نشه و توقف ایجاد نشه. در نتیجه ما آدمای خیلی بزرگی رو داریم که در تعریف قهرمان هم بخوایم بگیم مثلا کم میاره کلمه قهرمان در مقابل اینها. میدونی بیش از اینها هستن و تمام اینا اون لحظاتی هستن که اصطلاحا قهرمانا زاده میشن. میتونه اون لحظه از دست دادن عمیق یا اون داغ باشه، میتونه کمی بدتر باشه و میتونه هیچ وقت اتفاق نیفته. اگه اتفاق نیفته، تنها مشکلی که پیش میاد اینه که اون فرد با این داغش خیلی تنها میمونه و خیلی اذیت میشه. اگر بتونه که بره به اون سمت، بهش کمک میکنه که ساعاتی از اون داغ دور باشه و باشه برای معنا و هدفی بزرگتر توی زندگی. و یکی از چیزایی که میتونه به ما کمک کنه که توی این قسمت قرار بگیریم، بودن توی گروه‌هایی هست که تجربه‌های مشابه داریم، مثل گروه مادران آبان. خودشون با هم دیگه دور هم جمع شدن، نه رهبری داشتن نه چیزی، اما درد مشترکشون باعث شد که فریاد مشترک پیدا کنن. برای همین دوره هم جمع شدن و این کمک میکنه که راحت تر بپذیرن. یا گروه خانواده های پرواز، یا گروه خانواده های 61، یا خیلی از این گروه ها که متاسفانه همونطور که گفتی کم نیستن.
هر روز داغی تازه روی تن ایران داره میاد. اصلا ماها که شخصی هستیم، هممون داریم میبینیم این داغ ها رو. برای همین بتونیم با عزیزانی که یک تجربه های مشابه داشتن گروه با همدیگه در تماس باشیم، بله، با همدیگه تبادل کنیم احساساتمون رو، و وقتی که توی اونجا هم هستیم همدیگه رو قضاوت نکنیم. ببخشید معذرت، من میخوام یک نکته دیگرم بفرمایید راجع به قضاوت. لطفا بفرمایید، برای اینکه یک سوالی برام یعنی فرستادن میخوام بپرسم راجع به قضاوت. هم بفرمایید گفتید همدیگه رو قضاوت نکنیم که چرا این من بهتر شده. بله یعنی اصلا بهتر و... بله بله، که از اون یکی یاد بگیر، نه اصلا مقایسه نیست، مسابقه نیست، داغ این داغ رو هر کسی یه جوری باهاش کنار میاد، اینو بپذیریم. توی همدیگه هم ببینید نکته‌ای که گفتن اینه که وقتی یک عزیزی اینجوری از دست میره، طبیعتا تمام تمرکز اون کسی که بهش نزدیکتره، مخصوصا اگر مادر یا پدر هستیم، میره رو اون عزیز از دست رفته و گاهی وقتا این صدماتی رو برای آنهایی که موندند میتونه ایجاد بکنه. آیا شما در این مورد صحبتی دارید؟ اصلا این فرضیه درسته یا نه؟ یعنی من... بله بله بله، کاملا درسته. به خاطر اینکه وقتی که شما، من اسم نمیخوام بیارم از خانواده ها، ولی چون دیدم دقیقا همین شرایط رو میبینم، اوایل از دست دادن و اوایل این داغ، خب همه داغ داریم، در نتیجه دیده نمیشه، همه داریم به طرف یک مرکز، اون عزیزی که از دست رفته، داریم توجه میکنیم. ولی به محض اینکه یک زمانی رو از روش از دست بدیم و بگذره، همه ممکنه برن به سراغ مثلا اون معنای جدید، زندگی تازه و خیلی از کارهای دیگه که میخوام بکنن. یک نفر اینجا بمونه، مثلا مادر خانواده، در نتیجه فرزند کودک دیگه که اینجا هست، اون چی؟ اون آیا اذیت میشه؟ بله اذیت میشه. اگر اصلا اون بگه بیا، مثلا فرض کنید حتی ممکنه مادر بزرگ یا پدر بزرگ به نوه بگه بیا بغلت کنم، تو بوی مثلا پسرم رو میدی، یعنی که من تو رو برای تو دوست ندارم، تو رو برای بویی که میدی دوست دارم. ببین یعنی غیر مستقیم ممکنه دیده نشن، من نمیگم اینو اصلاح کنید، این تو فرهنگ ما هست این جمله رو میگن، خب، ولی دارم مثال میزنم که مستقیم یا غیر مستقیم این احساس رو به اون طرف میدیم که دیگه تو نیستی، تو برای کس دیگه هستی که معنا داری. من توصیه‌ام برای این عزیزان، چون دیدم من از سالیان سال قبل چون توی این قضايا بودم، حالا هم به تبع شغل و حرفم، هم به تبع فعالیت‌هایی که داشتم و کارهایی که می‌کردم، در نهایت همیشه در جریان این مبارزات بودم و دیدم وقتی توی خونه ای یک نفر رفت، این آدم در ممکنه 40 سالگیش بیاد پیش من و بگه من هیچ وقت دیده نشدم، همیشه این برادرم رفت و پدرم و عزیزانی دیگه که از بین رفته به ناحق ولی کشته شدن، یعنی راجع به کسانی که به مرگ طبیعی رفتن. بله بله، ما اینقدر اینطوری صحبت کردیم توی این سالها که ببخشید منو، مرسی که کامل میکنیم، و همینجا شاید برای عزیزانی که تازه به ما پیوستن خوب باشه که باز تکرار کنیم که اصلا این لایف در مورد خانواده های هستش که عزیزانشون کشته شدن، نه سوگواری معمولی، این یک چیز اضافه داره. یک چیز اضافهش هم اینه که توی البته سوگ هم همینقدر دردناکه و اینا در مورد اون هم صدق میکنه ها، اما وقتی سوگ هست ما میگیم خیلی از اوقات ما اون کاش ها رو داریم، کاش از این راه نمیرفتم، کاش اینطوری نمیشد، کاش دکتر دیگر بودم، کاش با این ماشین نمیرفتم، کاش قبلش اینطور، کاش اونجا، این کاش ها ممکنه بیاد برای اینکه آدم هی داره. ولی اینجا قصه فرق میکنه، اینجا اونجاست که خب هدفش چی بوده رفته، من برم معنای دیگه، اونجا هم معنا ایجاد کردن کمک میکنه از سوگ بیایم بیرون، ولی اینجا قصهش میخوام متمرکز باشیم روی این قضیه. در واقع میخوام بگم این صحبتهای ما در مورد اون سوگ معنا پیدا میکنه،
اما صحبت هایی که در مورد سود میکنیم جزئی از این صحبت های ماست. یه صرف نکته میکنه ولی جزئی. دیده ما به خاطر اینکه زمانمون فشرده است هنوز به اون بخش ترجمه شما منو کوتاه کنید. فقط دارم حواسم به زمان هست و یادآوری کنم. خانم دکتر یک آمد. نکته دیگه باز در مورد اینجا میخوام یه یادآوری بکنم. یادمه که در شرایطی که برای شما پیش اومده بود واکنشتون واکنشی مشابه بقیه نبوده، اونجور گریستن و اینا نبوده و شما قضاوت میشدید. این که جالب اینا رو یادته. این هر کسی یه چیزه و اینکه مثلا شما به عنوان نزدیکترین کسی که اینجوری کشته شده چرا واکنشت اینه، حتی یعنی از جانب خود فضای اون داخل همه سوگواران و داغداران در لحظه یک صحبت کوتاه میشه راجع به این مسئله، اینکه خودم رو چقدر قضاوت میکنم یا منی که داغدارم برادر داغدارم رو چقدر دارم الان قضاوت میکنم. یه چیزی راجع به اینم اگه نکته هست بفرمایید، بریم اون بر ماجرا که از بیرون اطرافیان کسانی که داغدار هستن چه میکنیم و چه میتونیم بکنیم و چه نباید. بسیار خیلی نکته خوبی رو مطرح کردی. من فقط صحبت قبل چون یه سری قطع شد کامل کنم که لطفاً اگر ما جزء کسانی هستیم که فقط یک نفر مونده و اون توجهش به اون کسیه که از دست داده، ما برای خودمون کسی رو پیدا کنیم. میتونه خاله باشه، عمه باشه، عمو باشه، چه می‌دونم دوستان باشن، گروه دوستان باشن. جایی باشیم که احساس دیده شدن بکنیم. به خاطر اینکه این میتونه در دراز مدت رو سلامت روان ما اثر بذاره. اما برگردم به صحبت تو که خیلی نکته مهمی رو گفتی. اینه که ببین روش های کوپ کردن ما با مسائلی که برامون کنار اومدنمون کنار اومدن ما با یا حل کردنمون با مسائل و مشکلاتی که هست متفاوته و این از کودکی ما شکل میگیره و همینطور که میاد تثبیت میشه تو سنهای بالاتر. در نتیجه هر کسی یه جوری کنار میاد. اگر شما حتی یکی رو میبینید که یه نواری گذاشته داره میرقصه، فکر نکنید که آتون تو فرهنگ ما اینه که اگر تو سوگواری باید گریه کنید نسبت به این اتفاق. آره، در حالی که نیست. میتونه اینقدر زیاد باشه که برای سلامت روان خودش و حفظ اون بلنس و اعتدال روانیش بخواد این کار رو بکنه. در واقع ما میبینیم از سنت همین رو میگه، اصلا از مثلا تمام قبایلی که میبینیم بومیان زمین تمام غمشون رو توی رقص خالی میکردن، توی حرکتها خالی میکردن. حتی توی خود ایران ما رقص سما رو داریم که باز یک بخشی از همین کانکت شدن و وصل شدن هستش. یعنی اینطوری نگاه نکنیم که این طرف خوشحال این خیالش نیست که این اتفاق افتاده. نه، اجازه بدیم هر کسی مدل خودش. بدترین چیزی که ما میتونیم نگاه بکنیم بهش این هستش که توی زندگی های ما بیان به ما بگن تو اینطوری سوگواری کن، زشت بد جلوی بقیه، خودتون باشی. میدونم این جمله‌ای که من میگم برای خیلی ها سخته. میدونم که همه شاید مثل من اوسیانگر نیستن که بگن خب من این کارو میکنم، ولی یعنی تو اون سن. اما الان واقعا نگاه کنید روش کپ کردن شما چیه. من آدمیم که خیلی توی خودم میریختم، برای همین من الان خیلی راحت تر اشکم در میاد تا اون موقع، چون یاد گرفتم که تو خودم نریزم بیام بیرون. یعنی رو خودم کار کردم، مشاوره گرفتم، کار کردم، تونستم یاد بگیرم که گریه کنم. اما اون موقع کوب کردن من این بود که سکوت کنم، گریه نکنم. در نتیجه اجازه بدیم آدم ها هر جوری که میخوان کنار بیان با اون قضیه. یکی ممکنه بیشتر آشپزی کنه، یکی ممکنه بیشتر بره راه بره، یکی ممکنه کولش رو ببنده بره توی کوه، اشکالی نداره. اگر نگران سلامتشون هستیم ما میتونیم باشون همراه بشیم و قول بدیم مثلا سکوت میکنیم، حرف نمیزنیم، ولی شاید واقعا لازم داشته باشه یه هفته توی کوه باشه. اجازه بدیم این کارو بکنه. این دلیل بعد بی‌توجهیش نیست، نمیره خوش بگذرونه، داره میره که خانم دکتر خب الان شما خودتون این در واقع جهت سر دوربین رو بردید اون طرف که حالا مایی که بیرون هستیم گفتید همراهی بکنیم و بگیم حرف نمیزنم فقط بذار باهات باشم مثلا. حالا میخوام از اینجا وارد بشم دیگه.
که ما در کنار عزیزان هستیم، یک همچین اتفاق وحشتناکی افتاده، همراهی میکنیم، سوگواری میکنیم، همدلی میکنیم، هستیم. باز این سوم، هفتم، چهلم میگم، بنا به سنت، باور، آیین، هر چی که داریم، اینا تموم میشه. بعد ما چی کار باید بکنیم؟ من دیدم مثلا در شهادت پسر خاله خودم که همه بودن دوروبر خانواده و بعد رفتن و تازه خاله من با اون واقعیت اون اتاقی که باز کرد و دید حالا دیگه پسرش نیست، یعنی و خودش. خب بعد توصیه ها اینه عزیزم، هرچی اون اتاق خالی کن، بکنش اتاق، لباساشو همه رو بده به آدمای نیازمند، هرچی بیا برو، نمیدونم اگه یکی جوانه میگن دوباره بچه دار شو، اگر عشقش بوده میگن بیا برو حالا با یکی دیگه آشنا شو. این توصیه های اینجوری. و بعد اینکه بالاخره آدم ها هم زندگی های شخصیشون رو دارن، یکی نسخه پیچیدن هاست، یکی اینکه بالاخره هر کسی میره سراغ زندگیش. ما وقتی عزیزانمون داغ دارن، مخصوصا اینجوری کشته شدن برای این اتفاقات، ما چیکار میکنیم؟ هی میایم میگیم تو یه افتخاری رو آوردی تو این دنیا و یا عشق تو این بود، یا بچه تو این بود، مادر تو این بود، پدر تو، هی میخوایم اینا رو بگیم، یا میخوایم بذاریم تنها بمونه، یا چه، ما چه بکنیم که فضولی نکنیم، حرف بی خود نزنیم، ولی همدل باشیم، ولی همراه باشیم، در این حال اون عزیزان رو تنها نذاریم. بذارید دوباره از همین مدادم کمک بگیرم. خب این فرد یا خانواده ای هست که داغ داره. خب تمام توجه ها قراره رو به این سمت باشه، درسته؟ تا اون زمان بگذره. و برای اینکه این کار رو بکنیم و انتظار نداشته باشیم این خانواده یا این فرد کاری بکنه برای ما، نمیتونه کاری بکنه، اون الان توجه ما رو میخواد. در نتیجه توصیه من اینه به تناسب اینکه اون خانواده و اون فرد چگونه هستن و به خصوص اگه اون فرد تنهاست و کسی رو از دست داده، حتما پیشنهادم این هست که اون فرد رو کلن تنها نذارن. یعنی بعد از اون مدتی که حالا به قول شما از نظر فرهنگی گذشت، اون روزهایی که باور دارن که باید بهش توجه بکنن، بعد از اون تنهاش نذارن، نوبتی بمونن کنارشون، حتی اگه طرف گفت خوبم. چون ممکنه به ظاهر این خیلی زمینه رو آماده میکنه برای خودکشی، در نتیجه خیلی آگاه باشن اطرافیان، نوبتی بمونن و تنهاش نذارن. پس این رو داشته باشیم. برگردیم روی شرایطی که حالا اینقدر اکستریم نیست و خانواده با همن هستن و تک نفر نیست و باز هم ما اون توجه رو داریم. اما یه کار رو خیلی مهمه که انجام بدیم، این که همدلی کنیم. همدلی کردن با همدردی کردن فرق میکنه. همدردی کردن که من برم پیش اون، این اون بزنم تو سرم گریه کنم، همدلی کردن اینه که خودم رو بذارم جای اون و ببینم چه حسی داره الان میکنه. من نمیتونم هیچ وقت اون باشم، ولی چه حسی میکنم اگر الان بچه من اینطور شده بود، چه حسی میکنم اگر همسر من یا مادر من اینطور شده بود یا پدر من اینطور شده بود، بذارم جاش و ببینم اگر من بودم چه چیزی رو الان دوست داشتم بشنوم. آیا دوست داشتم بشنوم که خب خوشحال باش که الان جاش خوبه؟ نه. خب هرچند که میگم باز مسئله فرهنگه، متاسفانه ببین ما توی یک فرهنگی داریم زندگی میکنیم که برای یک کسی که 1500 سال پیش کشته شده داره عزاداری میشه. توی فرهنگی زندگی میکنیم که با دیدگاه های تازه هم برای چه میدونم زمانی که یک کسی براش اتفاقی افتاده همه سیاه میپوشن، حتی اگه 200 سال پیش باشه سیاه میپوشن، موسیقی گوش نکن، حرف نزن، نخن، شعله زرد درست کن. فرهنگ فرهنگ غمه و من فکر میکنم خب ریشه تاریخی هم داره دیگه، از همیشه ایران به خاطر موقعیتی که داشته مورد تجاوز و حمله یک کشورهای دیگه قرار میگرفته، برای همین همیشه انگار ما سوگوار بودیم و هی حکومت‌های مختلف که عوض شدن دوباره یه سری تارومارمون کردن، دوباره ما سرپا شدیم، دوباره ریشه زدیم و البته خب قطعا اون قدرت خودمون رو داریم که دوباره میتونیم سرپا بشیم. اما قصه اینه که فرهنگ ما این رو میگه. آیا ما میتونیم یه دفعه فرهنگ رو عوض کنیم؟ نه.
اما ذره ذره میتونیم. ذره ذره همینه که مجید رضا رهنورد میگه شادی کنید سر مزار من و قرآن نخونید. اون فرهنگ رو خودش داره ایجاد میکنه که نشینید برای من گریه کنید. من جایی رفتم خب من دکتر ما اینجا الان بگم برای اون باز، یعنی من این دنبال چیزای به شدت عملیم. الان من اومدم رفتم توی اون خونه، پس بیام بگم خود عزیزتون همچین چیزی خواسته شادی یه کار نه. نباید بگم. نه من نگفتم همین میخوام من بگم نگفتم چه نکنم اون چه کاری نکنم نبدا. که اصلا. یه خار اضافه‌ای بر این داغ من هی نیام بزنم. ببین اون خواسته، ولی من به هر حال داغ دارم، من درد دارم. میگم تجسم کنید اون فلز داغ رو که توی آتیش سرخ میکردن و میذاشتن روی پوست. حالا ما متاسفانه توی انسان ها هم این رو میدیدیم که انجام میدادن، توی آشویتس ما این رو دیدیم، توی دوران بردهداری این رو دیدیم. خب ولی به هر حال این داغی هست که هست، این داغ رو اینجا گذاشتن و این داره میسوزه. حالا گفته شادی کن، اوکی، ولی منم داغ دارم، منم به عنوان مادر دلتنگم، منم با من یک دوست ناراحتم و خیلی چیزهای دیگه. دانش نه، این مربوط به اون نمیشه که ما به دیگری بگیم. من این رو گفتم که فرهنگ داره تغییر میکنه. ما اینجا میبینیم توی غرب که وقتی یک کسی فوت میکنه غزم. میان براش غذا میارن، برای خانواده حمایتش میکنن، ولی مهمتر از اون اینه که مراسمی که خانواده میگیرن در واقع سلبریت میکنن اون زندگی رو، یعنی جشن میگیرن، نه که حالا بخوام برقصم، ولی میشینن از خاطرات خوبی که با این آدم داشتن میگن و میگن چه کارهای موثری توی زندگی کرده، برای روی زندگی کیا تاثیر گذاشته. یعنی در واقع زندگی که اون اینجا زندگی کرده توی کره زمین رو دارن بزرگش میکنن، بولدش میکنن، هایلایتش میکنن، برای اینکه همه ببینن که خب این مرسی که توی این دوره بودی تو زندگی من. حالا این مسئله فرهنگ سازیه. بعضی از فرهنگ ها هم میبینیم که بحث تذکر هست، یعنی وقتی کسی فوت میکنه یا میمیره یا کشته میشه، همه دور هم جمع میشن برای اون دعا میکنن، برای خودشون در واقع یک تذکر و تنبه هست، یک آگاه شدن و بیداری هست که تو هم عمرت دائمی نیست، ممکنه یه دقیقه دیگه نوبت خودت باشه، ممکنه 4 صباح دیگه خودت باشی، فکر نکن میمونه، این راهیه که هممون میریم. در واقع یک تذکر، یک توجه، یک بیدار شدنی هست که خیلی آگاهانه بالغانه میشینن دور هم و این رو تجربه میکنن. خب اون مدل های مختلف فرهنگی که امیدوارم واقعا فرهنگ ایرانی بیاد جای همه فرهنگ ها رو، فرهنگ های مذهبی سر جای خودش بمونه ولی فرهنگ ایرانی بشه بالغ ما. اما به هر حال برگردیم سراغ صحبت، این وسط خانواده بقیه رو به اینن، ببینیم چی کار میتونیم براشون بکنیم. اما ما قرار نیست که بزرگشون کنیم، ما قرار نیست که بهشون بگیم او تو الان این کارو نکن، الان این کارو بکن. نه اصلا، تجربه خودمون رو نریم بگیم. من پس من میرم شما هرچی میگید، من الان یه تأکید میکنم روش، سر دوربینو میارم جلوتر. پس این که عزیزم ببین، برای منم پیش اومده بدون اینجوری شده بود فلان، من این کار نکنیم. من چی کار کردم با این کنار اومدم اینا. و یه نکته دیگه، اگر شما پرسیدن بگین، اگر ببخشید اگه پرسیدن بگین، خب بذار دونه دونه اینو با هم بریم. اگه ازتون پرسیدن تو چی کار کردی که راحتی، میتونم بگم من این تجربه رو کردم و کنارت هم که بهت کمک کنم، اما تجربه تو متفاوته، این رو هم بپذیر که تو خانم دکتر متفاوت. این دو تا سوال دیگه دارم، ما حدود 10 دقیقه وقت داریم. این که سوالاتی که شده ها، تمام آثار اون عزیز از دست رفته رو، یعنی فضایی که داشته زندگی میکرده اینا رو، چون یه وقت هست مثلا یار من در فاصله با هم بودیم، رفیق عزیزم، من میبینم که رفیق حمید رضا یک صفحه درست کرده، حمید رضا روحی، و میاد مینویسه اصلا هم خیلی خیلی، یعنی آدم میبینه فقط افراد داخل یک خونه با اون نفر نیستن که آسیب میبینن از این اتفاقی که افتاده و از این کشته شدن ها.
یه وقت هست که با فاصله بودیم فرق میکنه، ولی یه وقت هست داشتیم با هم زندگی میکردیم، تحت هر عنوانی میگم، فرزند پدر مادر هرچی. من یه آدم بزرگ سالم، یعنی این امکان رو دارم که تغییراتی در فضای خونه ایجاد بکنم. آیا میشه یه نسخه اینجوری پیچی؟ چون دیدم این میان میرن میگن اتاقو خالی کن عزیزم، اصلا مدل و فلان کن، اینجوری کن که بتونی بری جلو. از این حرف هایی که میزنیم میزنند، اینا توصیه های درستی است یا بهتره که این دهان بسته و ببینیم خود اون آدم تصمیمش چیه؟ راستش با اون دهان بسته خیلی موافقم. ما زمانی که میریم پیش اون خانواده، حالا خانواده که میگم منظور تمام اون عزیزانی است که توی این مرکز قرار میگیرن، دهانمون بسته است، گوشامون بازه، دشمامون بازه، همین، دهانمون بسته است، هیچی نمیگیم. چرا؟ مگر اینکه خودشون بخوان. اگه بخوان میگیم اون دهان همیشه بسته باشه، چون اونا احتیاج دارن که بگن و شنیده بشن، احتیاج ندارن راهنما کی گفته که تو بهتر میدونی تا من. حتی من مشاور نمیشم خودم رو جای اون فرد بذارم. من به شخصه اگر کسی این سوال رو از من به عنوان مشاور بپرسه، جوابم این خواهد بود، ولی این نسخه رو برای کسی نمیپیشم، هر کسی خودش میدونه، چون واقعا فرد به فرد فرق میکنه. جوابی که من میدم اینه و به عنوان توصیه این هستش که بذارید اون خانواده خودشون، نه فقط کل خانواده، تک تک افراد خانواده با اون اتاق، با اون لباسا، با اون وسایل کامل بشن. شاید یه موقع بخواد بره بلوز اونو برداره بپوشه چون بوی اون رو میده و بعد بذاره سر جاش، باش کامل بشه ببخشتش. شاید یه موقعی بخواد بگه اوکی بیاین یه جایی از یک خیریه‌ای بیاین همه رو جمع کنیم ببرین. اونان که تصمیم میگیرن با سرعت خودشون، آیا زودتر خالی کردنش یا دیرتر خالی کردنش کمک میکنه؟ نه، هیچی. اما اگر که خودشون با سرعت خودشون باشن، مثل اینه که مثل اون بند ناف است، میدونی به سرعت خودش میفته، پاره میشه، میفته. ما پاره کرد، پاره شد، اون داغ زده شد، با سرعت خودش میفته. سرعت ندیم بهش. اگه بخوایم سرعت بدیم آسیب هم میبینن. ولی توصیه من باز این هستش که یک چیزی رو به عنوان یادگار نگه بدارید، میدونید، به عنوان اینکه ریمایندتون کنه، یادآوری کنه بهتون که این عزیز رو دارین. میتونه یه ساعتی باشه که دستتون میبندی، یه گردنبندی باشه که میندازی، یه حلقه‌ای باشه که دستتون میکنی، نمیدونم، یه چیزی یا یک لباسی که دارین هر وقت میخواین میپوشین، هر چیزی که هست. اما مهمترین بخش اینه که فرصت بدین، سر فرصت، سر موقع خودش. و چون متاسفانه خانواده ها همه آواره دوره دنیا هستند، همه یک جا نیستند، ممکنه گاهی اوقات افراد به یه نفری که دورتر هست نگن چه اتفاقی افتاده و قبل از اینکه اون بیاد مراسم تموم شده، همه چی تموم شده، اخبار هیچ کی دیگه با فضای مجازی و اینا هیچ کی غافل نمیمونه از اتفاقات. بله، ولی بازم ممکنه اونا نتونن درست بیان توی این مراسم، درسته، به دلایلی که میدونیم. اما اگر که من بتونم مثلا وسایل رو با اون طرفی که مثلا توی یک کشور دیگه است باهاش فیستایم کنم، به هر حال یک جوری باهاش بهش بگم کدوم رو تو میخوای نگه داری، میخوای ببینی، این اتاق خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، میخوای ببین چی رو دوست داری نگه داری، مشارکت بدیمشون توی این قضیه. و وگرنه برای اونی که دورتره همیشه یه جای خالی چرا میمونه که کامل نشده، چون نتونسته توی مراسم و اینها هم باشه، بعد اون جای خالیه میمونه. برای همین این رو هم حواسمون باشه که اگر قصد کردیم که حالا اتاق رو خالی کنیم و وقتشه که من بگذرم بدم بره بیرون، ببینم آیا بقیه هم آماده هستن. خانم دکتر، یک نکته دیگه این که اینجا الان نوشتن، اگه میشه اینو خیلی کوتاه بگیم، ببخشید من هی برای دوستانی که تعجب میکنن چرا من هی شما رو قطع میکنم، چون من اصلا اینجا نشستم که زمان رو نگه دارم، حالا رو مطرح برای من اصلا اینجا اینه، وگرنه خانم یک ویدیوی ضبط میکردن میذاشتن در 10 ساعت و امروز برنامه لایو، من مجبورم این کارو بکنم، ببخشید. اگر بازم
هم لازم شد میتونیم باز هم بیایم سوالا رو جواب بدیم، نگران نباشید. ولی آره این برای یه قرار تو 5 دقیقه تا 1 ساعت مرسی از که این که بهشون ابراز بکنیم که نگران سلامتت هستیم، اینا این اتفاق خوبیه. من این میخوام یه تاکید بکنم، شما گفتید بهترین کار اینه اول دهن رو بسته نگه داریم و زمانی که ازمون میخوان بازش بکنیم. این به معنای توهین نیست، اینه که واقعا یعنی سکوت اختیار بکنیم و باشیم تا بخوان. ولی این سوال رو دوبار کردن که بگیم نگران تمازوتر باید خوب شی فلان، چرا؟ که میخوایم مثلا حدس میزنم برای اینه که بخوایم انگیزه بدیم و بگیم بلند شو مثلا زندگی رو. نه نه، اگر شما میتونید کمکی بکنید، میتونید مثلا بریم و کمکش کنید که برن مثلا بیرون باهاش بگم من میام با هم دیگه بریم تا سر کوچه راه بریم و بیایم. دفعه بعد بکنید مثلا یه ذره یه کوچه اونورتر تا یه ذره اینجور چیزا. خب اوکی آره، به شرط که اون طرف هم بخواد و همراهی بکنه. اوکی بیا بریم تا سر پایین، فقط بریم توی کوچه و بیایم. دفعه بعد بریم تا سر کوچه و بیایم. یعنی خود کمکش کنیم که دوباره برگرده به زندگی عادی. اون رو هم اجازه بدیم با فرصت خودش، قرار نیست ما بکشیمش بیرون. قدیما میگفتن سر 40 با لباس رنگی میرفتن که لباس سیاه رو به زور از تن چیز در بیارن. نه این کار رو نکنیم، قرار نیست ما به زور هیچ کاری رو بکنیم. یه کسی ممکنه تا 3 سال هم بخواد لباس سیاه بپوشه، تا 10 سال هم بخواد لباس سیاه بپوشه، کسی هم ممکنه بخواد از روز اول سیاه نپوشه. من هرگز سیاه نپوشیدم به خاطرش، ولی میگم توی فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه. ولی اجازه بدین خود آدم‌ها بخوان که کاری بکنن. در مورد غذا و اینها واقعا اگر میبینید که کسی داره، مثلا مادرتون داره و شما جز اون خانواده داغدار هستید بیرون نه، خب اگر که مادر هست میتونید کمکش کنید ذره ذره غذا بخوره، ذره ذره برگرد به زندگی، یا با دکترش تماس بگیریم بهش بگین اگر جزء این خانواده هستید. اما اگر جزء دایره های دورترش هستید، در اون صورت میتونید با اعضای خانواده یه مشورت بکنید یا بگین که من حاضرم برای این کمک کردن، من حاضرم برای اینکه کاری بکنم، من نگرانم، آیا اجازه میدین کاری بکنم؟ این که گفتم، خب بذاریم بکشمش. خب ببینید دایره های مختلف فضاشون متفاوته و فرق میکنه. یعنی که وسط مرکز کسی هست یا خانواده هست که داغ داره. حالا این خانواده همونطوری که گفتی ممکنه دوستان و نزدیکانش هم باشن، ممکنه نامزد طرف باشه، ممکنه خواهر برادرها باشن، پدر مادرها، فامیلا باشن، هر کسی که داغ داره اینجاست. گاهی اوقات کسایی که داغ دارن خیلی شدیدتر عکس العمل دورترهاش، مثلا توی این لایه ها عکس العمل ها شدیدتره تا اینجا، در نتیجه این رو بدتر میکنه. ما قرار هست یادمون باشه هدف ما اینه، هر چقدر هم ناراحتیم. من یادم قدیما توی یکی از این مراسم بودم، اون طرف آروم شده بود، همسرش فوت کرده بود، آروم شده بود، یکی از در اومد یا فوت کرد نه فوت کرده بود. این کیسی که میگم من بودم، آره فوت کرده بود. بعد یکی که از بیرون اومد شروع کرد به فریاد زدن و گریه کردن، دوباره همه رو انداخت به گریه. خب این مدل هستش، یعنی فرهنگ هستش، متاسفانه یا خوشبختانه کاری نداریم، ولی هستش که این کارو میکنن. و الان جاشه که نگاه کنیم بهش، من در خدمت اینجام، یعنی در واقع این قسمته که مهمه. اگر من درد زیاد دارم تحمل کنم، برم تو خلوت خودم. وقتی که من میام رو به این قسمت قرار میگیرم، قراره که من در خدمت اینجا باشم. بله بله دیده میشه، من قراره در خدمت اینجا باشم. خب و به تناسب این که توی کدوم دایره قرار داریم، میزانی که ما دخالت میکنیم بیشتره. یعنی برای منی که اینجا هستم نمیتونم به مثلا به یه نفری که اینجاست بگم من نگران سلامتتم، ولی اگر کسی توی این دایره هست میتونه کاری بکنه برای سلامت، یا به عزیزان دیگهی که توی این دایره اول داغدار هستن، اونی که حالش بهتره بهش بگه من نگران این قضیه‌ام، یا من دلم میخواد کاری بکنم برای سلامت این خانواده، چه کاری میتونم بکنم؟ من میتونم مثلا غذا بپزم بیام، من میتونم بیام با هم بریم بیرون
راه بریم. من سکوت آن میکنم دکتر که تو تجربه خودت رو تو داشته سه باشی. دقیقه با یک دونه سوال ببندیم وگرنه لایو نمیشه. فکر میکنم جواب دادم. خانم دکتر، نکته آخر این که عزیزانی که کسانی رو در این 100 روز از دست دادن، کسانی هستن که به خاطر ایران، به خاطر زن، زندگی، آزادی، مستقیم یا غیر مستقیم داشتن شرکت میکردن و جانشون رو از دست دادن، کشته شدن. اینها خانوادهشون در فضای مجازی هستند و متاسفانه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند به عنوان هرچی اسمشون رو میذاریم، سایبری، ارزشی، با این هرچی، اینها میان و به اینها حمله میکنن، حرفهای پرزخم میزنند. ما که شاهد این هستیم چه بکنیم؟ اونها که دریافت کننده اینها هستن چه بکنن؟ من میبینم بعضی از این عزیزان وقتشون گرفته میشه که مجبورشن به اینا جواب بدن، پست بذارن، استوری بذارن و با این رفتار کثیف و بیرحمانه هم یه جور دیگه مجبور باشن در کنار این داغ کنار بیان. اگه میشه راجع به اینم یه توضیح بدید بحثو ببندیم. ببینید، بپذیریم که دنیای اختلاف نظر هاست. خیلی از آدما میان، من یادم یه اسلاید 10 صفحه‌ای گذاشتم بدون اینکه کلش رو بخونن شروع کردن حرف زدن، تازه بدون اینکه اطلاعات روانشناسی داشته باشن، چون یه اصطلاح روانشناسیه. خب در نتیجه آدما این کارا رو میکنن. گاهی اوقات اعتراضا خیلی زیاده، آدم کاملا ایگنور میکنه، اما اگر که جزء سایبری و ارزشی هستن، بهترین کاری که میشه کرد اینه که ریپورت کنیم، بلاک کنیم، ریپورت کنیم، بلاک کنیم. کاری که من هر روز حداقل چندین بار انجام میدم، ریپورت کنیم، بلاک کنیم. و اما گاهی اوقات هستش که توی دنیای واقعی آدم ها میان این چیزها رو میگن، میدونی، و اونها سخته، به خصوص اگر از نزدیکان باشن و آدم هایی که قرار هست توی دایره اول حمایتت کنن، ولی اگر از همون دایره اول بیان سرکوب بزنن و حرفایی بزنن که زخمه دردناکه، در اون صورت کار سخت‌تر میشه. که من پیشنهاد میکنم حتما از یک مشاور و متخصص کمک بگیرن، چون به خصوص اگر خانواده سمی بوده، رابطه ها سمی بوده، میتونه این کار رو بکنه و دردناک دیگه، سخته ولی چاره ای نیست. خود من هم یکی از کسانی بودم که در همین مسیر رفتم و داره همدلی های فضای من مجازی که آدم ها دارن، بزرگترین شکل شما در مورد خانواده پرواز شلیک موشک به پرواز اوکراینی دیدیم. و خب حالا حامد اسماعیلیون به عنوان یک کسی که خیلی زیاد بیشتر شاید فعالیت مجازی داره، بیشتر رفتیم صفحه شوهی دیدیم که چگونه همدلی های مجازی میشه. همه این چیزهایی که شما گفتید در مورد همدلی های مجازی هم صدق میکنه، یعنی همدلی میکنیم، راهکار نمیدیم، درسته؟ کاملا کاملا همینه. و قهرمان سازی نکنیم لطفا. حالا یکی اومد به من اعتراض کرد، تو میگی قهرمان، اینا قهرمان های من. بله هستن، میدونم، ولی کسی که داغ داره به اون قرار نیست بگم قهرمان ملی ماست، به عنوان قهرمان ملی همه جا نام ببریم، ولی نریم. مرسی خانم، ناراحت نباش. بی نهایت ازتون ممنون. من رو ببخشید که تجربه شخصی شما رو بشه کردم. دوستانی که همراهی کردید خیلی ممنون. حداقل آدما میدونن که از تجربه های واقعی میاد. مرسی ازتون. خدافظ. من میرم شما خدافظی بکنید. متشکرم از حضورتون. این لایو با موضوع با داغ و داغداران برای رسانه پارسی برگزار شد. من میزبان خانم دکتر لاله مهراد بودم، شبنم طلویی هستم و دوستتون دارم. مرسی که همراهی کردید و مواظب خودتون باشید. متشکرم.